ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو نامه کهی کنم باس، ای یاد تو مونوس روانم جز نام تو نیست بر زبانم سلام تقدیم می کنم خدمت تمامی بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا به خصوص کسایی که همین لحظه بیننده برنامه بیبینو با پز هستین. زندگی خوب خوش داشته باشین دوست عزیز با روزی سعادت سلامتی شما برنامه امروز خودم آغاز میکنیم و و امروز سر برنامه که آماده میکنم شیر پیراز دوست عزیز و خاطر که زیادتر هم بتونایی که تماس گرفتن پیام مانده بودن بازم خواهش شیر را از ما کردن و هیده ولی هی بار متفاوتر از شیر قبلی آماده کرده بودم دوست عزیز براتان آماده می خب امید است که مورد پسند شما قرار بگیره و بیاین مواده لازم را هم آشنا بشین دوست که کدام کدام مواده ما امروز استفاده می کنیم در شیر پیره خب چهار گلاس شیر خشک اگر از شیر چرب باشه دوست عزیز استفاده بکنین به نظر من خوب تر است یک گلاس هم بوره استفاده میکنیم دوست عزیز باز اگر شیر نیشه خاص اضافه شما میتونید که اضافه تر استفادهش بکنین 150 گرم هم مسکه دوست استفاده میکنیم که قبلا مسکه استفاده نکرده بودیم ولی این بار مسکه و همچنان دوست عزیز نیم گلاس شیر استفاده دوستا می که قبلا شیر استفاده نکرده بودیم از آب استفاده کرده بودیم ولی این بار از شیر مایه یک قاشق هم از پودر هل استفاده می کنیم بادام و پسته برای تزیینش استفاده می کنیم خب همین مواد است که ما امروز در شیر پیره استفاده می خدا کنه که خوشتون بیاد دوست عزیز مطمئن هستم خوش خدارین یارزوی هر هر فامیل و هر خانواده کسایی که خصوصا در آشپزی هستن هست که باید شیر پیره یکانه شیرینی است که همه که دوستش دارن و طرز تاییش رو بفامن و همچنان با پختنش بلیادت داشته باشن خب همراهیتون خواهان هستم تا پایان برنامه با ما همراه باشین دوستا ببینین طرز تهیه شیر که امروز آماده میکنیم خب فراموش نکنین یک دیگه هم دوست عزیز در نظر گرفتیم که دیگه آماده میشه و قالبه که آماده میکنیم دوستا داخلش انبارش میکنیم بعد از داخل یخچال میگذاریم میشه یک قالب انبار باشه فلزی باشه و یا شیشه ای باشه فرق نمیکنه خب حرارت هم روشن میکنیم و ماسکارا دوست عزیز اضافه میکنیم بله خب زیاد نمیگذاریم که مسکه کاملا دوست عزیز بسلا بسوزه و یا تم خود از دست بده شیره اضافه میکنیم بالایش خب حرارت کمی که ضعیف تر می سازی میشه بوره را دوست عزیز داخل بلندر میندازیم و ایره هم به شکل پودر آمادیش می میکنیم که زودتر یک زرگک حل شوند زمانی که شیرپیرا آماده میکردین بینید های عزیز کوشش کنین به طریقی که امروز ما آماده میکنیم شما هم اگر آماده کنین خوبتر است که بوریش بکوبین یا توسط آونگ یا اگر ماشین دوستا بلندر دارین خوبتر است که به شکل پودر شوه یعنی زود حل میشه داخل مواد دیگه که شیر و مایه و همچنان مسکه که اضافه کردیم داخل دیک خب یک اندازه دیگه هم مانده به خاطر که بورش نسبتا زیادتر بود داخل جک بلندر خب بوره را هم به شکل پودر ساختیم و این را اضافه میکنیم داخل شیر و مسکه خب زمانی که بوره را اضافه کردیم دوستا خب چند لحظه میکساریم میشه که یک اندازه باید دو و یک دو قاشق بوره دیگه هم مانده ای را اضافه کنیم کاملا یک گلاسی که گفتیم در همین مقدار شیر دوست عزیز باید بورش کامل باید باشه و شیر هم دیگه به جوش میایم خب قسمی که گفتیم دو متفاوت تر است شیر پیرایی که قبلا ما آماده کردیم و یا شما تا حال دیدین خب کاملا متفاوت از دوست و هیله اضافه میکنیم دوستا به خاطر خوشبویش میتونین از سرق گلاب هم استفاده بکنین خب منتظر نمیمونیم که بوره سر قیام بیا ایره گفتیم متفاوتر دوستا شیر اضافه میکنیم و هایستا هایستا دوستا عزیز اینا را خوب با هم مکس میکنیم تا که کاملا شیر مایه با شیر خشکی که اضافه کردیم خوب مکس شود دوستا و های تا یک اندازه خدا سخت باید بکنه و زمانی که خدا یک اندازه سخت کرد دوستا باز او وقت از دیگ خدا جدا می کنه. باز شما دیگه مطمئن باشین که در او وقت شما می که که روی قالب هموار بکنین و فقط به مدت اگر وقت دارین بدون یخچال شما میتونین یک ساعت یک ساعت الا دو ساعت بدون یخچال دو سایی را نگهداری بکنین یا یعنی بگذارین که کاملا سرد شوه خب حرارت هم ضعیف میسازیمش می که نسوزه هایست هایستا به میشکل شکل دوست عزیز خدا سخت بسازم و زمانی که خدا سخت ساخت گفتیم که خدا از دیگ جدا می سازه یک اندازه خب دوست عزیز دیدین تمام موادش که اضافه کردیم کدام مواد دیگه نمانده فقط پسته و بادام برای تزین روش اضافه کردیم و یک مقدار یک قاشق مسکه استفاده کردیم که اضافه نگاه کردیم که روی قالب می میکنیم یعنی چرب میکنیم قبل از اینکه ما شیرپیره را اضافه بکنیم تا زمانی که شیرپیره هم خوده کم سخت میکنه دوست عزیز یک رفته برگشت کوتاه در ادامه برنامه هم رویتون خواهان هست. مواد لازم شیر پیره. شیر خشک چهار گلاس شیر مایه نیم گلاس بوره یک گیلاس، مسکه 150 گرم، گرام هیل یک قاشق پسته و بادام برای تزین به مقدار لازم خوش آمدین به ادامه برنامه خب دوستای عزیز قسمی که گفتیم آیستایی سا خود سخت کرده رفت از دیک خود آیستایی کمی جدا میکنه و هنوز هم دوستای عزیز یک اندازه آماده نیستک و ببینید که به این اندازه سختیش باید باشه و یک کمی دیگه می خواهیم که خود سختتر بسازه و ببینید که از داخل دیک آیستایی خود جدا میکنه و ما ماسکا به خاطر استفاده کردم زمانی که شیرپیره خود قاق میکنه بسیار قاق میشه دیگه ولی ای با استفاده از ماسکا یک اندازه خود دوست عزیز نرم نگاه میکنه و از شما بسیار راحت میتونین که زمانی که نوشجان بکنین با چای خوبتر استفادهش بکنین خب مسکه را گرفته دوستا یک اندازه روی قالب چرب میکنیم تمام قسمت هایشه به خاطر از که باز از روی قالب خوبتر جدا شود دوستان خب هنوز هم خاموش نکردیم و خب به می اندازه دیگه روی قالب مسکه چرب کردیم کفایت میکنه و همچنان دوست عزیز بستره به شکل یعنی بعد از پوس کردن خرد خرد ساختیم به شکل خلال نه ولی یک اندازه خرد خب هر هم خاموش میکنیم فقط ما میخواییم که ببینید دوستا که بسیار راحت خودش خوده از دیک جدا کرد خب یک قاشقه بگیریم که این رو خوب خب به این شکل یک سطح در تمام قالب هموارش میکنیم و ای که به چی اندازه شیرپیره دبلتر باشه یا نازکتر باشه بستگی به خودتان داره ولی من خواستم که یک کمک این شیرپیره را دبلتر بسازیم دوستا و خب داغ سنوزه بعدا یک کمک خود سرد کرد با دست خود هموارش میکنیم دوستا خب بادام همچنان دوستای عزیز یک اندازه خلالش میکنیم فقط به می شکل و یک, از اندازه بزرگتر باشه خوبتر هستک بادام ولی پستر باز خورد بسازین دوستا خوب است که بادام پوست بکنید ولی اگر پوست هم نکنید خوبتر معلوم میشه و ما پوست کردیم دوستا. هم بادام پست پوست کردیم هم پستر خب فقط ولی زمان از رسیده دوست عزیز که ما بادام برویش پاش بتیم و همچنان پستره دوستا وقت یک اندازه خود از سر ساخته و سخت شده دوستا و زمانی که یک اندازه دستان نسوزه سرد چه دوستا باز شما میتونین با دستتان و یا با یک کفگیر یا قاشق هموار باشه شما بسیار راحت میتونین که ایره هموار بکنین خب بله فقط زمانی که پسته را اضافه کردین باز میتونین با دست خود به خاطر از اینکه پسته هم یکم فشار ببینه و خدا محکم بگیره با شیر پیره. خب دوست عزیز فقط شیر پیره تمام شد دیگه منتظر ازی هستیم که یک کمک خدا سرد بکنه و یعنی قاق شوه و محکم خدا بکنه ما ایر داخل یخچال مگذاریم شه خب شکل بسیار خوب را گرفته دوستا عزیز پسته میتونین چارمکس هم استفاده بکنین و میتونین بادام هم استفاده بکنین خب هم داخل یخچال مگذاریم شه تا زمانی که یک اندازه خوده سرد بسازه تا که ما ایره توته کنیم و از قالب خوده جدا بسازه خب دوستای عزیز خدا کنه که شیرپیره ای که آماده کردم طرز تهیه و آماده کردنی که آماده کردیم خوش شما آماده باشه خدا کنه حجیزی که از زیاتر تماس گرفته بودن خواهش شیرپیره از ما کرده باشند کرده بودن برنامه را بیننده باشند دوستای عزیز و برنامه را ببینن بی و و یاد بگیرن شیرپیره امروز را که ما آماده کردیم و شیرپیره امروز که ما آماده کردیم متفاوتر از شیرپیره که دیدین حاله و شیرپیری که آماده کرده بودم قبل دو عزیز و ما بازم یادآور میشم که ما او از آب استفاده کرده بودم ولی در از شیر استفاده کردیم دو دو دوست عزیز باز ماسک استفاده نکرده بودم ولی دیگه شیرپیره ماسک هم اضافه کردیم خب های دل تا که شیرپیره کمی خود سرد می و مواد لازمه رو یک بار ببینین بی و دوباره برمیگردیم با ما باشیم مواد لازم شیر پیره. شیر خشک چهار گلاس شیر مایه نیم گلاس بوره یک گیلاس، مسکه 150 گرم، گرام هیل یک قاشق پسته و بادام برای تزین به مقدار لازم بازم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه و تشکر از اینکه تایدم با ما همراه بودید خدا کنه شیر پیره آماده کردم یاد گرفته باشین و اجزایی که تماس گرفته باشن بیننده برنامه بوده باشن خب دوست عزیز ما هم شیر پیره را از داخل یخچال میکشیم و گفتیم که همی که دوست یعنی به زودترین وقت میخواستین شیر پیره را نشان بکنین داخل یخچال بانین در غیر از او به شکل حادی بدون یخچال سرش یک جالی یک بگذارین و بگذارین برای مدت یک ساعت یک و نیم ساعت الا دو ساعت که خود خوب سخت کنه ولی بله داخل یخچال هم ببینین دوست عزیز خود خوب سخت ساخته خب ببینیم که حالا ما ایره کمک جدایش بکنیم دوستا داخل قالب دوسه عزیز ما می میکنیم هیچ فرق نمیکنه خب زمانی که توتیش میکنین یک اندازه دوسه عزیز یک کمه که بسار بسقیل یعنی اینطور باشه کار دیگر بگیریم تیز سر کمه بله به این شکل و هنوز هم دوست عزیز کاملا صحیح سرت نشده و نرم بودنش هم یک اندازه می که ما مسکه استفاده کردیم و گفتیم که کسایی که زیاد قاقشه خورده نمیتونن میتونن دوست که از مسکه استفاده بکنن خب فکر می کنم که آله باید یک اندازه خود جدا بکنه بله خب دوستای عزیز به می شکل آیست آها بسیار خوبش به مو قسمی که ما می خواستیم دوستای عزیز جدا شده ببینین بسیار راحت میتونیم که ما شیرپیره را برش بکنیم خب یک کار یک مشقاب میگیریم اینجا خب شما گفتیم وقت دارین دوست های زیست میتونین که خب بگذارین که کاملا سرد شود و حالا هم دیگه کاملا دوستای عزیز مطمئن باشین که خوب خدا سرد ساخته بسیار راحت میتونیم که ما شیر پیره را برش بکنیم یک دو دو پارچی دیگه هم دو سه عزیز گیره خورد خورد ضرورت داریم میگیریم دیگه شب باز میمونیم بعدا باز دیگه خوردش میکنیم اگر خواسته باشین دوستا شما از یام کده خوردتر میتونین که خرد خوردش بسازین خب دیگه بعدا با صوت میکنیم از که وقت برنامه دو ایجاب جاب نمیکنه و خب و اندازه ای که ما خواستیم ضرورت داشتیم دو سای و خب تشکری میکنم از همراهیتون عزیزایی که تماس گرفته بودن و یا پیام گذاشته بودن دوستان ما پیامشون هم به خانش میگیرم خب مایا جان از بله خب دوست عزیز ببخشین که اینا خب باش که پیام های شما دوست عزیز پیامها زیاد است و دوستا ببخشین خب غزال جان از شهر نو سلام گفتن و تعریف هم از برنامه کردن و خواهش کردن که شیرپیره آماده کنیم که خدا کنه برنامه رو دیده باشن زهرا از قلای موسا از ضمن سلام از ما خواسته کیش برایشون آماده کنیم گرچه ما یک بار آماده کردیم در برنامه هم کوشش میکنم خب گفته که سیدی قف زلی هستم از دینمارک سلام خدمت شما استاد نازنین تشکر زنده باشین لطف میکنین همیشه برنامه شما رو تعقیب کنیم بسیار عالی اگر امکان داشته باشه یک آی خانم آماده کنید با رضوی مفقت های بیشتر شما تشکر زنده و سلامت باشین حتما چرا نه انشالله که آی خانم هم در برنامه بر شما آماده خواهد کردم خب دوست عزیز ایام بود نام امروز که تقدیم کردیم اگر میخواین که پیام ها و ایمیل های شما را هم داشته باشیم سر بزنین به فیسبوک برنامه دوست عزیز پیام بگذارین و و آنچه را که دوست دارین با ما فرمایش بتین ما براتون آماده میکنیم و یا همچنان میتونین از طریق شما تلفن 0707 59 59, 59, 59 59 تماس بگیرین و فدا همیر با تمام کارمندا یعنی یک کارمند های بخش بیبینی با پس در خدمت شما عزیزا هستیم تا برنامه بعد که بازم در خدمت تا قرار میگیریم دوست عزیز شما رو به پاک پاک سپارم وقتتون خوش خدا نگهدار